رشته تحصیلیتون هم معرفی کنید؟ بله، من کارشناس ارتز پروتز توی تحصیلات تکمیلیم حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی خوندم تا مقطع دکترا. این شرکت فعالیت های خودش رو تو اول با ارائه خدمات، یعنی با تأسیس یک کلینیک شروع به کار کردش. در کنار اون اقدامات جانبی دیگه هم انجام دادیم. یکیش این بود که تو حوزه انتشارات مجوز رو از وزارت فرهنگ و ارشاد گرفتیم. از یک در واقع اینکه یک شرکت انتشاراتی متوسط برسیم انشاءالله توی بازه زمانی 3 سالی که فعالیت میکنیم توی در کنار فناور و رشدی بودنمون، به یک شرکت انتشاراتی بین‌المللی در حوزه توان بخشیم. شرکت ما 8 محصول داره که محصولی که الان میخوام خدمت شما عرض کنم، اسم محصولش لیونایز، قطعات لیونایز که یک ارتز اصلاحی ستون فقرات. چندین انحراف داریم توی ستون فقرات. یکی از انحراف ها انحراف جانبیه که بهش میگن که اسکلیوز، که فرد ستون فقرات به دلیل اینکه نوع زندگیش غلط بوده یا مشکلات حالا مادرزادی انحراف داره، و این ارتز برای قبل از سنین رشد باعث میشه فرد اون اصلاح بشه و اون ستون فقراتی به حالت مستقیم در بیاد. بچه ها برای اولین بار توی دنیا این محصول تولید کردن یا مثلا انتقال تکنولوژی انجام دادیم به نوعی؟ والا سال 96 این محصول کلید خورد، که علت این بود که این محصول خود توی فرانسه ساخته می شد، ولی خب هزینه خیلی بالایی داشت، در حدود تقریبا 800 یورو هزینه می بره ساخته قطعات این محصول، که ما بعد اینکه دیدیم مراجعه کننده ها به کلینیک ها زیادن، یه برنامه چیدیم که اول اومدیم از خود همون محصول خارجی 35 تا ساختیم، قطعاتش رو بردیم برای مریض های مختلف استفاده کردیم، بعد اومدیم قطعاتش رو ساختیم و تولید کردیم برای اینکه آموزش ببینن کلینیکا و دانشگاه مختلف. توی چند تا دانشگاه مثل دانشگاه اصفهان، دانشگاه مشهد، تهران، برای برخی کلینیکا و دانشگاه همدان کارگاه آموزشی گذاشتیم و این قطعات رو آموزش دادیم، طرز استفاده ازشون رو، و تونستیم با قیمت تقریبا 1/10 ارزششون کنیم. که یه مزایایی که نسبت به ارتزای دیگه داره اینه که توی ارتزای قبلی این مشکل داشتن، یکی اینکه کیفیت زندگی فرد کاهش پیدا میکرد چون حالت از زمختر داشتن، یکی اینکه قابل تنظیم نبودن، و اینکه فرد باید هر چند وقتی بار عوضش میکرد، ولی این اجاستبل قشنگ قابل تغییره. بله حتما این پدایی که هست، ما میزان فشاری که هست رو کاملا میتونیم تغییر بدیم به مرور زمان، حتی میتونیم راحت مثلا با توجه به سن فرد جای پد رو تغییر بدیم. و یه نکته که خیلی مهمه اینه که ما فشار که روی انحراف هست به مرور زمان ما میتونیم اینو تغییرش بدیم و فشار رو کم و زیادش بکنیم. این یکی از بزرگترین بوده. و یه حسنی که دیگه این ارتز نسبت به ارتز قبلی داره این که ارتز قبلی، حالا به غیر از اون افرادی که نای گردنشون درگیره، رینگ گردنی نداره که برای فرد اذیت کننده باشه. این فرد یعنی علاوه بر این که تاثیرپذیری بالایی داره، کیفیت زندگی فرد هم تغییر نمیده و بهتر فرد میپوشدش. واکری که بنده اختراع کردم واکر فیدبکی با قابلیت ارائه برنامه درمانی هستش. ببینید ما تو دستهای هر کدوم از دستهای واکر لودسل قرار دادیم. لودسل یعنی سنسور اندازه‌گیری وزن، و این میزان وزن ورودی روی هر کدوم از دستهای واکر رو هم به صورت مجزا و هم به صورت میانگین و به صورت کلی اندازه‌گیری میکنه و روی نمایشگر نشون میده. این توی بیمارانی که دچار فلج یک طرفه هستن میتونه تأثیر داشته باشه که سمت مبتلا چه نسبت به سمت سالم چه مقدار دچار کاهش ظرفیت عمل کردی شده. خب کارکرد این واکر اینجوری هستش که ما ابتدا واکر رو که روشن میکنیم، حالا این بردش اکسترنال برای نسخه آزمایشگاهی طراحی شده، ولی توی نسخه تجاری سازی این قرار بیاد روی دسته واکر قرار بگیره.
ما میایم میزان وزن ورودی روی واکر رو از طریق دکمه‌ای که داریم تعیین می‌کنیم که ست پوینتمون رو ما طراحی می‌کنیم فرضاً روی 8 کیلوگرم. بعد از اینکه ست پوینتمون رو ما طراحی کردیم روی 8 کیلوگرم، بعد از این بیمار وقتی که میخواد از واکر استفاده کنه قطعاً وزنی که اینجا میندازه میاد روی مانیتور مشخص میشه. اینجا ما یه مانیتوری داریم که مشخص میکنه چه مقدار وزن وارد شده. این برای ارزیابی اولیه توی کلینیک کاربرد داره. بعد از اون وقتی که داره از واکر استفاده میکنه اگر وزنی بیشتر از وزنی که توی ست پوینت ما تعریف کردیم به واکر اعمال کنه، همون جور که الان مشاهده میکنید ویبره انجام میشه که این ویبره به بیمار هشدار میده که وزنش رو از روی واکر کم کن و بیشتر از اندام تحتانی خودت استفاده کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سیستم توسعه داده شده توسط شرکت ما یک ابزار عمومی بیوفیدبک هست که قابلیت این رو داره که انواع تمرین هایی که برای توانبخشی های جسمی حرکتی داده میشه رو در قالب یک محیط کامپیوتری و همینطور یک محیط بازیگونه انواع تمرین ها رو برنامه ریزی کنه و هم به صورت آنی بازخورد انجام فعالیت فیزیکی رو به بیمار رو درمانگر بده و هم این امکان رو داره که کیفیت انجام حرکات و تمرینات رو به صورت کمی شده گزارش بده. چه بیمارانی رو هدف قرار داده؟ عمدتاً بیماران نورولوژیک هست، بچه های سی پی، بیماران استروک و انواع بیماری های نورولوژیک واسه تمرین گریپ یا پنجه. شما تمرینی که به صورت سنتی داده میشد یک اسفنج یا یک توپ بادی رو از بیمار میخواستن که به تعداد مشخص با یک کیفیت خاصی فشار بده و یک عملیات تکراری انجام بده. سیستم بیوفیدبک این امکان رو ایجاد میکنه که ما بتونیم کیفیت عملی که بیمار انجام میده رو به خودش بازخورد بدیم. برای مثال مکانیزم عمل دستگاه به صورت کاملا پنوماتیکیه، یعنی فشار هوا رو تثبیت و اندازه‌گیری میکنه. بعد از اینکه من کانکتور رو به این کاف وصل کردم میتونم فشاری که به این کاف میدم، مثلا اینجا واسه تمرین گریپ، اینجا به بیمار بازخورد بدم. علاوه بر این امکانات مختلفی عین ابزارهای پلنینگ درمان، درمانگر میخواد بدونه بیمارش با چه کیفیتی درمانش داره انجام میشه، میتونه پارامترایی که مد نظرش هست، آستانه‌ای که قدرت اعمال کنه، مدت زمانی که نگه داره، مدت زمانی که استراحت کنه، همه رو به صورت برنامه‌ریزی به سیستم کامپیوتری بده. اون موقع فقط میتونه هم بیمار ببینه که الان باید چه اکتی رو انجام بده و همینطور درمانگر میتونه ببینه که آیا با کیفیتی که از بیمار خواسته تمرین انجام شده و یا نه، به درمانگر این فیدبک رو بده که آیا روند درمانش صحیح هست و داره درست پیش میره، و به بیمار هم این فیدبک رو بده که شما در حال رشد تواناییاتون هستید. استنهایی که قرار بوده انجام بشه به صورت سنتی که ممکنه خیلی کسل کننده باشه، به خصوص بچه ها علاقه ای به انجام این تمرینات نداشته باشن، اون تمرینات رو در قالب یک سری بازی کامپیوتری هم طراحی کردیم. ما نمونه تجاری شده محصولمون الان آماده است، در حال ورود به بازار هست. توی کارهای تحقیقاتی که شده جوابهای اثر بخشی داشته. نسبت به نمونه های خارجی این ادعا رو داریم که چه از لحاظ کاربرد پذیری، اینی که واسه اندام های مختلف قابل تطبیق هست، و چه از لحاظ تعداد نرم افزار ها قوی تر هست، و از لحاظ قیمتی هم با مشابه خارجی اختلاف زیادی داره. قابلیت تطبیق با شرایط بیمار رو داره که بیمار تو هر لولی بود. آره،
یکی دیگه از ابزارهایی که ما توی مرکز رشد دانشگاه علوم بهزیستی توانبخش توسعه دادیم تخت پرش هوشمند یا ترامپولین هوشمند بوده. هدف این ابزار این بوده که فعالیت‌ها و تمرین‌های فیزیکی و ورزشی که ممکنه انجام دادنشون خسته کننده باشه یا نیاز به تلاش یه انگیزه بیشتری میخواد برای ادامه تلاش و ادامه فعالیت فیزیکی چه با هدف ورزشی و چه با هدف توانبخشی، این رو بتونیم با تلفیق محیط‌های بازیگونه راحت‌تر بکنیم. به مجموعه‌ای از سنسورها مجهز کردیم. این امکان رو واسه ما ایجاد کرد که فشار یا جهش‌هایی که روی ترامپولین انجام میشه رو بتونیم سنجش کنیم. الان میتونید ببینید که فعالیت‌های فیزیکی من داره تبدیل میشه به کنترل‌های داخل محیط بازی که داخل موبایل. انواع تمرینات زانو، لگن و شانه رو بدون استحکاک و به راحتی انجام بدیم. یکی از حوزه‌های جدیدی که ما تحقیق و توسعه رو در مورد شروع کردیم حوزه توسعه ابزارهای واسط انسان رایانه به صورت خاص برای معلولین و توانخواهان بوده. مسئله‌ای که هست اینه که ما در حوزه‌های مختلف برای آموزش، برای فعالیت‌های شغلی و انواع فعالیت‌هایی که ممکن هست که از طریق کامپیوتر افراد نیاز به کار با اون داشته باشند، نیاز به این رو داشتیم که معلولین یا توانخواهانمون این امکان رو داشته باشند که با کامپیوتر ارتباط برقرار کنند. معلول ما این امکان رو داره که موسش رو جابجا کنه، ولی به علت ضایعه‌ای که داره نمیتونه حرکت‌های ظریف انگشتاش رو کنترل کنه و یا کلیک کنه. ما کاری که کردیم توی این ابزار این بوده که کلیک‌های موس رو به شکلی در بیاریم که معلول بتونه یا توانخواه بتونه به راحتی اون عملیاتی که میخواد انجام بده با موس رو، کلیک رو با این ابزار انجام بده. موس رو روی نشانگری که میخواد میاره، انواع عملیات های راست کلیک، چپ کلیک، دابل کلیک و همینطور عملیات های اینه درک کردن و ریلیز کردن رو میتونه انجام بده. EMG مون هست که اون باز همین حرکت های موس رو سطح پوست متصل میشه، این امکان رو داریم که فعالیت عضلات مختلف، فعالیت ما هر سطح زاویه‌ای داشته باشیم از عضلاتی که هنوز فعالیت دارن سیگنال الکتریکیشون رو میگیریم، پردازش میکنیم و تبدیل میکنیم به فرمانهای حرکتی موس یا کلیکهای مختلف موس. که حالا توی یک ابزار ممکنه بیمار ما فقط مثلا بتونه عضلات ابروهاشو تکون بده، گونه‌هاشو تکون بده، الکترودا به اون عضلاتی که هنوز فعالیت دارن متصل میشه و به فرمانهای کنترلی متناسبش تبدیل میشه. خب طبیعتاً ایده خیلی خوبیه و مسئله ای که هست که این فناوری صرف ساخت ابزار نیست. شما نیاز به تولید فناوری دارید، نیاز به متخصصین کاردرمانی و متخصصین بالینی دارید که استفاده از این ابزارها را آموزش بده و در رده بعدی همونجور که شما فرمودید نیاز به حمایت، نه الزاماً حمایت مالی، حمایت نرم افزاری و برنامه ریزی سازمان ها و ارگان ها رو داریم که بتونیم این ابزار رو برای توانخواه ها امکان استفادهش فراهم کنیم. ابزاری که اینجا داریم دستکش توانبخشی بازیگونه است. در مورد توانبخشی
حرکت‌های ظریف این حرکت‌های انگشتان به خصوص بعد از ضایعات این سکته مغزی، معمولا ما نیاز به زمان‌های طولانی توانبخشی داریم و همینطور نیاز به اینو داریم که بیمار در طول روز و به صورت مستمر و با یک حجم قابل قبولی تمریناتی که بهش داده میشه رو به صورت روزمره اجرا کنه، داخل خونه اجرا کنه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که تحقیقات نشون داده فقط حدود 30% از بیماران فعالیت یا تمرینی که بهشون داده شده در محیط‌های غیر کلینیکی رو دارن انجام میدن و صرفاً تمرینات رو در محیط کلینیکی انجام میدن و تمرینات تو خونه‌شون رو انجام نمیدن. مشکلی که اصلی که هست اینه که تمرینات معمولاً خسته کننده است، تمرینات نیاز به یه انگیزه مضاعفی داره که انجام بشن و حالا حساب کنید که خود فرد توانخواه ما هم دارای زایعی هست که واسهش انجام تمرینات رو خیلی سخت‌تر میکنه. ما اومدیم ابزاری که اینجا توسعه دادیم، تمرینی که واسه توانبخشی، تمرین روتینی که واسه توانبخشی انگشتان داده میشه، تسک شمارش یا تسک کانتینگ هست. به این صورت هست که از بیمار میخواییم که انگشت شستش رو به انگشت‌های دیگرش برسونه یا بشموره. فرایندی که ما اجرا کردیم این بود که یه ابزار توسعه بدیم، این حرکت رسوندن انگشت شست به انگشت‌های دیگه تبدیل بشه به یک کنترل در قالب یک بازی هیجان انگیز و بازی که امکان تکرار مستمر تمرین رو بدون خستگی برای بیمار فراهم بیاره. الان ابزاری که دارید میبینید یک بازی موزیکال رو ما تبدیل کردیم به ابزاری که میتونه با کنترل تاچ یا لمس انگشتای من کنترل بشه. بریم.